سلام دوستان وقتتون به خیر باشه اخیرا یک گستاخی عجیب و غریب رو از سوی بعضی ها در خصوص کلمه محترم و تاریخی خلیج فارس شاهد بودیم جایی که از یک کلمه جلی به این استفاده شد به شکلی حیرت آور این اتفاق افتاد با واکنشه مختلفی روبرو بود از سوی در داخل ایران وزارت خارجه اصال انظرهای کرد از سوی در کشورهای عربی و از جمله عراق برخی کشورهای برخی چهرهای عراقی حرفایی رو مطرح کردن گفتن آقا این خلیج خلیج فارس هست ما با کلکل -کل شما با ایران کاری نداریم در جای خودش دعواتون داشته باشین این خلیج فارس شما چی داریم بر زیر سوال این نظرهای از این دست یک ویدیو میخوام در همین خصوص ببینیم از مناظره ای که البته مناظره نمیشه گفت بحثی هست که رسانه عربی در همین خصوص شکل میگیره ارزش داره که یک بار با هم دیگه بررسیش بکنیم بعد میخوام به یک سوال بپردازم چرا عده ای انقدر وقیح شدن که به این راحتی از کلمه تحت عنوان خلیج فارس عبور کرده و یک کلمه جلی رو به کار میبرن ویدیوهایی برای شما از فضای فارس زبان خواهم داشت که این ویدیوها کمک میکنه که چرایی این مهم رو بهتر درک بکنیم بریم بخشی از بحثی که خصوص خلیج فارس در این رسانه عربی شکلی گرفته رو با هم دیگه ببینیم فيعني في خلطه كثيره، خلينا نستدعي التاريخ ونستدعي الحقائق ايش رايك بالفكره التاليه؟ ايران دوله اقليميه طامحه لها مصالح واطماع ولها احلام تريد ان تحققها هذا امر والخصومه بينها وبين الكيان الصهيوني امر اخر. يعني نعم يعني هذه النقطه اللي انا يعني تشغلني كثيرا عدم قدرة بعض الناس على الفصل بين الأمرين. لهو يفترض أن نفصل. يعني إيران عندما ترفع قضية بسبب أن الفيفا اعتمدت مسابقة رياضية عربية في البصرة تحت مسمى دول, دول الخليج العربي. خلال خبر شاذين من ديني مجلس يدمن برشون بخو ميجي ما تاريخ وحقائق أن را باساني این ایده رو ملاحظه بکنید ایران کشوری جاه در منطقه است که به دنبال تحقق منافع و آرزوها و رویاهای خود می باشد چرا جاه در منطقه شما الان به خلیجی که در جنوب ایران قرار گرفته چی میگید یک اسم جلی رو به کار میبرید کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس هستند به واسطه اونها کلمه عربی رو به کار میبرید ایران جاه درسته وقتی داعش به عراق حمله کرد کدوم یکی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس لشکری به عراق فرستاد از عراق دفاع بکنه وقتی به سوریه حمله کرد کدام یکیشون لشکری فرستاد دفاع بکنه قطر کشوری است در همین حاشیه خلیج فارس زمانی که دچار بحران شد همسایه های خودش از عربستان تا امارات محاصره اش کردن کدام کشور به جز ایران آسمان به سمتش باز کرد که ازش دفاع بکنه ایران جاه طلبه ایران در چنین منطقه جاه طلبه خب اینها رزالته رسالت ای هست که کینه ایران رو به دل دارن و در رسانه میکوشن تا روایتی کاملا غلط از ایران ارائه دهند ادامه صحبتش رو ببینید در ادامه صحبتش میگه که این یک مسئله است و دشمنی بین ایران و رژیم صهیونیستی مسئله دیگر و قابل انکار نیست یعنی حتی این که ما کنار فلسطین ایستادیمم هم اینا میگن آقا مثلا به عنوان خوب ازش یاد نکنیم ظاهرا یک همچین نگاهی دارن میگه که چیزی که ذهن ما رو مشغول کرده علم توانایی برخی در تفکیک این دو است خب این اشخاص این مسائل را میبینند ایران به این مسئله اعتراض کرده که چرا فیفا یک مسابقه ورزشی در بسره به نام کشورهای خلیج عربی برگزار کرده است ادامه صحبتشون رو ببینیم فقه ریاضی عربی البصره تحت مسمع دول, دول خلیج عربی وقالت هو الخليج الفارسي في نهاية هي تحتاج إلى السداء هذا بالمناسبة أنت تروح لخطب عبد الناصر بالخمسينات ماذا كان و... لا لا ما... ما ليش؟ هذه مساله تاريخيه انا مش دافع ايضا بس اقصد ان احنا في انا لما خرجت من أمي... من مصر كنت في مصر يعني في بداياتي وخرجت الى امريكا استغربت ايش خليج فارسي هذا؟ يقولوا خليج فارسي بيرشن جلف كل الكرسيات اللي اخذها يتكلم عن بيرشن جلف ايش بيرشن جلف؟ طيب. لما رحت انه الوحيد اللي بيسميه الخليج العربي هو احنا ما <تصالح> خوب بخشی ما بخش از این صحبتها رو دیدیم من برای شما ترجمه میکنم بخش دوم رو میگه که ایران این مسئله اعتراض کرده به فیفا که چرا همچین مسابقه برگزار شده و میگوید نام این خلیج خلیج فارس است به هر حال ایران نیازمند این داستان این داستان همیشه بوده است در همین رابطه اگر به سخنرانی های جمال عبدالناصر در دهه پنجاه میلادی رجوع بکنیم از خلیج فارس استفاده می کرده. فرد دیگری توی این مناظره است میگه نه رجوع نکنیم به این صحبت ها. اون یکی میگه که چرا رجوع نکنیم این یک مسئله تاریخی است من از ایران دفاع نمی کنم اما وقتی از مصر و آمریکا مهاجرت کردم بسیار تعجب کردم چرا همه واژه خلیج فارس رو به در تمام سخنرانی هایی که میرفتم لفظ خلج فارس رو به کار می بردن برایم عجیب بود که چرا خلیج فارس وقتی بررسی کردم دیدم تنها کسانی که میگویند خلیج غیر فارس ما هستیم هیچ کس در دنیا نمیگوید به اصطلاح خود اون کلمه دیگری رو به کار نمی بره. اون یکی جواب میده میگه بله این مسئله برای ما هم در انگلیس اتفاق افتاده و زمانی که رفتیم متوجه شدیم که دیگرانی که <coughs> ببخشید آنجا هستن این کلمه رو درست به کار آ یه سوال ازتون دارم دارن سعی میکنن با اهداف مختلف انگیزه های مختلف کلمه جعلی رو به جای خلیج فارس جا بیندازن چه چیزی داره کمک میکنه به اینها اتفاق بیفته این با واکنش های از سوی کاربرهای عرب زبان همراه بوده ها با واکنش های بسیار تون من یک نمونه رو اول برای شما بخونم چون بعضی از دوستان ما عادت دارن به این بهانه حرفایی رو بعدش در کامنت ها میآورن که این میتونه تفرقه افکنانه باشه بین ایران و دیگر ملت ها به خاطر این من لازم از قبل از اینکه ادامه گزارش خدمت شما ارائه بدم یک توییت برای شما بخونم که روی صحبت من دارید مشاهده می‌کنید از یک فعال رسانه عراقی گفته که چرا زمانی که ما میگوییم خلیج فارس ناراحت می‌شوید این عراقی داره میگه وقتی سازمان تروریستی داعش سرزمین ما را اشغال کرد کشور حوزه خلیج فارس چه کاری برای ما کردن کدومشون اومده که کمک ما کرده که حالا شما به خاطر خوش آمده آنها داری همچین فتنه رو بین خودمون و ایران به راه میندازید آقا چی شد که اینها به خودشون اجازه همچین حرفایی رو بزنن دقت بکنید به چیزی که من میگم میخوام بیام با شما صحبت بکنم یه قراردادی ببندم مثلا یه چیزی میخوام از شما بخرم دو طرف هستیم یه طرف من و دوستانم که اومدیم پای معامله یه طرف شما حالا اگه تو بتونی یه کاری بکنی یا من بتونم یه کاری بکنم و اون کاری این باشی که مثلا من یه نفری رو بفرستم از رفیقای خودم تو جمع شما بگم که تو برو با زبون اونا حرفای منو بزن دقیقا چیزی که من میخوام با زبون اونا بگو آیا یک دو دستگی در جمع شما احساس میشه یا نه آیا زمانی که این دو دستگی احساس شد من میتونم برگردم به شما بگم که ببین رفیق من که نه خودتونم تو جمع خودتونم یه حفه داره زده میشه دیگه چرا داری گاردتون مثلا نسبت به میبندی بل این صحبت ها رو بیا بشین منطقی به من رفیق های رفیقای خودم دارن میگن اون رفیق هم منه تو جمع شما وایساده من دارم وارون ماجرا رو میکنم در فضای فارسی زبان رسانه را انداختن سود اینترنشنال صبح تا شب میشینه کلمه دیگری به غیر از خلیج فارس میگه به همه چیز این روسا اینا حمله کردن یه پست در خصوص اینکه ببینید اومدن اعتراض کردن که مثلا یا پرداختن به اینکه ایران ناراحت هست از اینکه کلمه خلیج فارس مطرح نشده شما یه پست نمیبینی در صورتی که میتونست استفاده کنه دیگه میتونست بگه عراقی ها کلمه دیگری را حکومتشان جای خلیج فارس گفت فتنه بین ما میافتاد یا نه از این فتنه گذشت دو فضای فارسی زبان روش کار نکرد سود اینترنشنال چرا چون اون کلمه جابی بیفته از اینکه بین من و اونا فتنه را بندازه مهمتره و بین کاربرهای فارسی زبان خودش هم اینو داره تلاش میکنه تکرار بکنه تا جایی که شما نگاه میکنی وطن فروش شما یک اون به اسم خواننده و فلان و فلان اومده بین مردم جا باز کرده امارات میره خلیج فارس نمیخونه اون یکی توییت میزنه سینای ولی الله بود کی بود توی سره بودش دفاع میکرد از مالکش میکرد روی این کار ابی ای میگفتش که نه این بنده خدا حق داشته اصلا داستان چیز دیگه اون خلج فاز میگذره همشون تو همین مسیر دارن میرن رسانه اینها رو برجسته میکنه بعد در فضای عرب زبان میگه ببین تو فقط نمیگی که خود ایرانی هم داره اینو میگن نمونهش نما کن خواننده‌شون اومده نخونده اون یکی اینو گفته اون یکی فلان گفته اینا با خلیج فارس خودشون مشکل دارن اصلا کلمه کلمه درست نیست ما کشورهای اطراف اینجا هستیم نه شما کشورهای اطراف خلیج فارس نیستین شما قبایلی هستین که بر چاهای نفت شما رو سوار کردن که بتونن این منطقه رو بچاپن تعارف هم دیگه نداریم تعارف باید کنار گذاشته بشه قبایل رو اومدن در آن سوی خلیج فارس بر چاهای نفت مستقر کردن برای اینکه بتونن بچاپن این منطقه رو بریم بخشی از یک ویدیو در سود اینترنشنال رو ببینیم ببین این رزالت دنباله داره ها در فضای فارسی زبان عرب زبان داره کار میکنه که بتونه این کلمه نجس و غیر درست رو به جای خلیج فارس راه بندازه ببینیم این ویدیو رو امارت اردلان تا 1864 وجود داشته 600 سال حتی بیشتر از دو بله خب, خب ایران اصلا در من به شما میگم در شمال ایران هم خب پس همین در خیلی. یعنی این چی این چی 2500 سالی که وقت ازاده ده. میگن افسانه است که ناسیونالیسم را این درست کرده ایران 2500 سال وجود نداشته نیکی کدی در 1963 میره سمنان از یک دهاتی میپرسه نظر درباره ایران میگه من نمیدونم ایران کجاست ایرانی ایران یه پدید مدرنی ایران به عنوان ملت ملت مدرن اینم بگم که نمیدونم چقدر چند میلیون از ترک منظورتون بوده گفته آذربایجان ما به خودمون ترک میگیم آذربایجان نام سرزمین اخیرا ترک سرزمین شاید دوستشون ترک بله به این معنی نیست که با فدرالیسم ایده از اینجا باید به اونجا کوچ کنن مردمی که از این به ایجا نام نام یه جا جمع بشن نه خیر یه حکومتایی که تقریبا کمپاکت زندگی میکنن تشکیل میشه حکومتای محلی که خیلی بهتر میدونه بچه‌ای که در بلوچستان است تو کتابش باید چی بنویسه از خلیج بنویسه از کشزار بنویسه بچه‌ای که در کردستان بی کلمه فارس حاضر نشده یه از خلیج بنویسه انگار بهش دستور عمل دادن آقا اینجا که اومدی خلیج فارس نه رعایت کن این کلمات رو رعایت کن نگو ببینید داشو چه شکلی معلم‌ها خودشون باید تصمیم بگیرن تو, تو کتابای درسی محتواش چی باشه و احتیاجات بر اساس اون باشه خیلی خوب بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم من این نکته خدمت شما عرض کنم ببین کلمه خلیج فارس که ای چی کلمه ایران هم داره میزنه میگه اصلا وجود نداره هر کدومتون یه تیکه بشید برید دنبال کارتون یه نفسی ما بتوانیم در این منطقه بکشیم شرارت بکنیم برای خودمون اینجوری داستان که این بی شرف های وطن فروش رو به خاطر این جلو انداختن تو فضای فارسی داره شما نسبت به این قضیه مخاطب خودش رو دچار تشکیک میکنه اون ورم داره بازی خودش رو پیش میبره در بین مسئولان ما هم بعضی ها ضعفایی دارن من میخوام ویدیویی برایشون پخش کنم و قبلش باید یادآوری بکنم این بخشی از صحبت آقای دکتر احمدی نژاد ببین ایشان حرف سیاسی مختلفی زده است که هر کدوم رو در جای خودش میشه بررسی کرد من اگر هدفم تخریب کردن این شون بود یا اگر انگیزم از پخش این ویدیو این بود که شخصیت احمد نژاد رو بزنم این ویدیو رو باید نگه میداشتم یه جایی که اونجا دیگه حرفی میزد رو میکردم درسته الان دارم یک نمونه رو برای شما مثال میزنم که بگم در بین کسانی که مخالفین حاکمیت هستن یا در تقابل با حاکمیت هستن یا نگاهشان نسبت به حاکمیت منتقدانه است متاسفانه ما یک عقب نشینی نسبت به کلمه خلیج فارس رو داریم در صورتی که رفقای غیر ایرانی ما این شکلی نیستن و اون تعصب عجیب و غریب دارن سرش دعوا میکنن حالا ویدیو خواهیم دید اینجا خبرنگار خطاب آیه دکتر احمد نژاد کلمه غلطی رو به کار میاره و ایشان اعتراض نمی کند این بسیار ناراحت کننده است من وقتی ابی رو میام میگم اون یکی رو برمیدارم میگم تو فضای فارسی زبان داخلم نمونه هایی هست باید بهش اشاره بکنم و متاسفانه این شکلیه ایده گاردشان نسبت به این قضیه باز شده است و خاطر هم طرف مقابل اجازه میده گستاخانه صحبت کنم میگه تو فضای فارس فارسی گفتیم کسی اعتراض نکرد ببینیم این ویدیو رو بعد برمیگردیم یک نمونه دیگر خواهیم دید کاملا متفاوت که شما را حیرت زده خواهد کرد. الیوم بان حاله حرب یعنی ليست مباشره وانما عبر ساحات اخرى تقام بین ایران و الخليج العربي. ما هي مبادره دکتر احمد محمود احمدی نژاد؟ متن صحبتش رو برای شما میگه امروز همه میدانن ایران با کشورهای یک کلمه دیگر رو جای خلیج فارس میگه در جنگ نیابتی است راه شما برای بیرون آمدن از این وضعیت چیست؟ ادامه صحبتشون رو ببینیم ببین الان انتظار میرفت اینجا آقای دکتر احمدی زمانی که صحبت میکنه من اینو دارم میگم که اگر یک نفری به یک چهره سیاسی نزدیک است یا یک چهره سیاسی این رو میبینه شیطنت این شکلی دید حتما تذکر بوده از شما سوالی پرسیده شما اصلا میخواید آقا در ادامه سوال به جای اینکه پاسخ بدی فوش بکشی با حاکمیت ایران میپذیرم آزادی بیان است شما حق داری هر کاری بکنی اون چیزی که انتظار میرود اینه که قبل شما بگی من اینجا احساس کردم که یک شیطنتی داره اتفاق میفته لازم هست یادآوری بکنم شما در ابتدای سوال خودتون از کلمه استفاده کردین که این کلمه کلمه جلیه در تاریخ ما وجود نداره در منطقه بهش اشاره نشده هزاران سال قبلتر هم بریم این کلمه کلمه غلطی بوده است من لازم هست کلمه شما رو تصحیح بکنم متعة السفن جيدة أنا كتبت رسالتي لمحمد بن سلمان ولآخرين أيضا بشكل متساو أيضا في الشأن الخليجي يعني اليوم تشهد المنطقة عدد من الدول التي تدخل في مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي كيف ترون علاقات التطبيع بين عدد من دول الخليج وإسرائيل خب بخش از این صحبت رو دیدیم ایشون در پاسخ میگه من نامه ای به بن سلمان نوشتم و توی اون نامه اومدم نکاتی رو مطرح کردم بعد مجری در ادامه میگه که در موضوع اتفاقات کشور خلیج بازم اینجا کلمه فارسی نمیگه ولی اون کلمه هم اصلاح میکنه که احتیاط بکنه یه وقت به اصطلاح خودمون اگر کسی که در مقابل اوس هوشیار نبوده هوشیار نشه واکنشش نده همون یه بازخورد گرفت کافیه دیگه درجه میبرم نشش میدم جلو همونجا گفتیم خلیج نه همچی چی حرف نمیزنه همین برش کافیه دیگه میخوام بریم یک نمونه واکنش ببینیم از کسی که به اصطلاح خودمان کارشناسی هست این کارشناس غیر ایرانیه شما هم او را میشناسید آقای به اصطلاح خودمان نجاح محمد علی در این صحبت ها بحثی پیش میگیره و بحثی پیش میاد پیرامونی کلمه خلیج فارس ببینیم اولا بس احب صحل الاخ نجاح انه هو الخلیج العربی و لیس الخلیج الفارسی اولا خلیج فارس الامم المتحده مو كلامي هذا اسم رسمي في الامم المتحده هذا مو كلامي الخليج خليج فارس انا اصر على انه خليج فارسي. فارسي هذا اسم اسم حو... حو... خليج فارس إيه. ايه. اتمنى في اليوم تعمل حلقه عن خليج فارس وانا من التي تثبت انه خليج فارس و يا وأن جماعة. النبي محمد وأن ابن تيمية وأن التفاسير يا جماعة. وأن عمر بن الخطاب وعلي لم بن نحل المشكلة يا أستاذ نجاح كلهم ذكروا بحر فارس دمشق رحمة خدا بر پدر و مادرش خیلی دقیق اومد اونجایی که آقا ایشون تازه ایرانی نیستا ایشان شرافت داره اونجایی که دید داره به یه چیزی حمله میشه که تاریخ منطقه است اونجا جلوش گرفت این فرد میگه که من ابتدا باید با آقای نجاح یادآورشم که خلیج فارسی درست نیست بعد در مقابل اجازه نمیدی که حرفش کامل شه سری پاسخ میده میگه نه 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 این سازمان ملل است که آن را خلیج فارس میخواند این حرف من نیست اسم این خلیج خلیج فارس است من اصرار دارم که بگویم نام آن خلیج فارس است من تاکید دارم که بگویم نامش خلیج فارس است امیدوارم برنامه‌ای درباره خلیج فارس بگذارید و من نقشه و مستندات این نامگذاری را ارائه دهم امیدوارم برنامه در این خصوص گذاشته شود حضرت محمد ابن تیمیه مفسران عمر ابن خطاب علی ابن ابی همگی از آن به عنوان خلج فارس یاد کردند یه نکته خدمت شما عرض کنم در نهایت جمع کنم بره رسانه هایی در ایران هستن که اینها وابستن به حاکمیت مثلا از رسانه دولتی بخوام مثال بزنم که دیگه رسانه رسمی دولت ایرانه میشه به خبرگزاری ایرنا یا مجموعه‌ای که در این چارچوب داره کار کنه روزنامه ایران و امثال اشاره کرد شما یک ارتباطی باید در قالب حاکمیت با منتقدین و مخالفین خود در داخل کشور داشته باشی چجوری میشه این ارتباط رو تعریف کرد که شما گفتگویی بکنی الان حاکمیت دولت آقای رئیسی رو من مثال می‌زنم ارتباط شما با آقای احمدی نژاد چیه سر ارتباطی تعریف نشه ارتباط شما با آقای چیه به اون کسی که الان خیلی ها دارن تلاش میکنن داخل دایره سیاست ورزی تعریف نشود ارتباط شما وای روحانی چی ارتباطی وجود نداره درسته در حوزه رسانه چطور میشه ارتباط تعریف کرد من اگر یک نفری بودم در خبرگزاری اینا یا خبرگزاری اینا یا روزنامه ای ایران یا جای دیگر می اومدم یک گزارش آماده میکردم از همین مسئله می گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم از جمله شیطنت هایی که دیده شده رسانه های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای به چالش کشیدن یک چهره سیاسی یا رسانه در ایران انجام میدهند این هست که در مصاحبه ها میکوشن خیلی هوشمندانه در کنار سوال منتقدانه ای که درباره حاکمیت از شما میپرسن کلمه خلیج عربی را به شما غالب بکنند آقای فلانی پیشنهاد میشه هوشیار باشین نسبت به این قضیه همین آقا من رفتم یه سری کلکایی که اینا دارن در مصاحبه با ایرانی میزنن رو پیدا کردم برای شما هم فرستادم برای آقای خاتمی هم فرستنم. برای آقای نام هم فرستادم برای علی لاریجانی هم فرستادم برای خود آقای رئیسی هم فرستادم همتون بخونید در جریان باشید اگر شما همچین کاری رو انجام میدادید یا اگر همین انجام میدید اولا یک ارتباط یک دیالوگی بین شما و منتقدین خودتون مخالفین خودتون و همسالین در داخل سیستم شکل میگیره یک نفری در داخل حاکمیت ایران پیدا شد یه چیزی برای ما فرستاد بخونیم ببینیم چی دومی که طرف وقتی میره اساره نظر رو در یک رسانه عربی میبینه هوشیاره نسبت به این قضیه هوشیاره که آقا نه اون داره با هویت ملی من بازی میکنه من باید اینجا حواسم باشه ما متاسفانه در این حوزه کارهای انجام نداده ایم امیدوارم که ایده پیدا بشه کارهایی در این حوزه انجام بدن تا این بازی از اینجا بعد هوشیارانه پیش بره و در فضای فارسی زبان و عرب زبان موضوعشون رو به خط کردن علیه این کلمه رف... رفقای شرافتمندی داریم در فضای عرب زبان که خیلی خوب سنگر حفظ کردن دارن دفاع میکنن از هویت منطقه نه از ایران از هویت منطقه داره دفاع میکنه متاسفانه ای در داخل دارن اینجا اشتباه بازی میکنن که باید تذکراتی به آنها داده شود تذکر اگه ندیم طرف مقابل زبونش درست سر میشه ای من این نکته رو دارم میگم لازم بود که به این اشاره بکنم که دوستان بدانن که علت این ماجرا چه میباشد با توجه به گستاخی هایی که درباره کلمه محترم و تاریخی خلیج فارس مطرح شد من وظیفه میدونستم این برنامه رو بسازم باز همین یاوگویی ها بخواد ادامه پیدا بکنه وظیفه خودم میدونم که برنامه بسازم در این قضیه صحبت بکنیم به شکل ویژه تری بریم به پردازیم ببینیم که چه نکاتی درباره خلیج تاقیامت فارس وجود داره اگر شما نکته داشتین حتما در قالب پیام به این ویدیو اضافه کنید یه خواهش هم دارم از پیام هایی که بتونه تحریک بکنه یا اختلاف ایجاد کنه بین ما و دیگر ملت ها خودداری بکنید اینجا همچین پیامی به این بهانه ارسال نشه قبلا من متاسفانه این داستان رو دیدم شما در بین عرب زبان ها به ویژه رفقای عراقی دیدی کسایی که نه قاطعانه دفاع کردن از خلیج فارس پس حواسمان باشد ما خدای نکرده چیزی نگوییم و چیزی ننویسیم که اگر رفیقی خان به کدورت بین ما و آنها منجر بشود که این اصلا همون چیزی که دشمنان ما میخواهند اگر در قالب بفرستید خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیل.